دو شرکت از مجموعه تجاری ترامپ در تخلفات مالی محکوم شناخته شدند و همکار سابق ترامپ با دادستان. دونالد ترامپ که سودای بازگشت به کاخ سفید در سال 2024 را در سر دارد، بار دیگر با یک چالش قضایی جدید روبرو شد. دو شرکت از مجموعه امپراتوری تجاری ترامپ در پرونده رسیدگی به تخلف‌های مالی گوناگون محکوم شدند. برای نخستین بار شرکت‌های تجاری متعلق به یک رئیس جمهوری پیشین آمریکا در پرونده رسیدگی به تخلف‌های مالی و اقدام‌های مجرمانه خلافکار شناخته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد، اعضای هیئت منصفه دادگاه منطقه منهتن نیویورک به اتفاق آرا، سازمان ترامپ را در تمام موارد اتهامی گناهکار تشخیص دادند. سازمان ترامپ، مالک و اداره کننده مجموعی از هتل‌ها، زمین‌های گلف و املاک در سرتاسر جهان است و در اتهام‌های نظیر تخلف و کلاهبرداری مالیاتی، حسابسازی و پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران ارشد محکوم شده است. شخص دونالد ترامپ در این پرونده متهم نبوده، اما محکومیت شرکت وابسته به او میتواند کارش برای حضور در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را دشوار کند. به نوشته رویترز، حکم هیئت منصفه دادگاه نیویورک که پس از دو روز رایزنی صادر شد میتواند به پرداخت جریمه بیش از 1.5 میلیون دلار برای سازمان ترامپ منجر شود. اتهام‌های وارد شده به شرکت‌های سازمان ترامپ به عملکرد این شرکت‌ها از سال 2005 به این سو مربوط می‌شوند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا با وجود پرونده‌ها و پیگرد‌های قضایی متعدد 15 نوامبر در جمع میهمانانش در اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا اعلام کرد، درخواست نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را به حزب جمهوری خواه ارائه کرده است. ترامپ در انتخابات 2020 در رقابت با رقیب دموکرات خود جو بایدن شکست خورد و مجبور به ترک کاخ سفید شد. او پیروزی بایدن را نتیجه تقلب انتخاباتی عنوان کرده و از پذیرش شکست خودداری می کند. یکی از پرونده های ترامپ که کار او را به احضار به کمیته تحقیق کنگره ایالات متحده کشاند، حمله هوادارانش به ساختمان کاپیتول و اتهام تحریک آنها برای انجام این اقدام بی سابقه در تاریخ ایالات متحده است. یکی از متهمان این پرونده رئیس امور مالی سازمان ترامپ، آلن ویسلبرگ است که گفته می شود به طور غیرقانونی از مزایایی از جمله یک آپارتمان لوکس در منهتن و دو خودروی بنز برای خودش و همسرش بهره‌مند شده است. رویترز می گوید ویسلبرگ به دلیل پذیرش اتهام‌ها، همکاری با دادستان، پرونده و شهادت علیه شرکت ترامپ مشمول تخفیف در مجازات شده و احتمالاً مجبور نخواهد بود 15 سال را در زندان بگذراند. بنابر توافق‌ها با دادستانی، و ویسلبرگ به 5 ماه حبس قطعی، 5 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه‌های حدود 2 میلیون دلار محکوم خواهد شد. ترامپ و همکارانش پرونده‌های گشوده فراوان دیگری نیز دارند و همچنان تحت فشار تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده قرار دارند. دادستان نیویورک نیز چندی پیش شکایتی علیه دونالد ترامپ به اتهام کلاهبرداری به دادگاه ارائه کرد. 3 هفته پیش دادگاه عالی آمریکا حکم داد که ترامپ اجازه ندارد بیش از این از ارائه اسناد مالیاتی خود به کنگره امتناع کند.